سلام دوستان روزتون خوش دکتر سرگجایی هستم و یادداشت این هفته رو براتون میخونم که عنوانش هست بلند آواز و میان توهی سالها پیش مراجعی داشتم که با اینکه چند دهه در دانشگاه تدریس میکرد ولی همیشه از سخنرانی کردن و کنفرانس دادن واهمه داشت و تا جایی که میتوانست از این وظیفه شانه خالی میکرد وقتی با هم سر استراب اجتماعی این همکارم را پیگیری کردیم به خاطره ای در کودکی او رسیدیم که در گروه سرود دبستان قرار بود به مناسبت چهارم آبان در حضور رئیس فرهنگ سرود بخواند. ولی از غذا همان زمان دچار بیماری قارچی کچلی شده بود. در حالی که طبق روال تمرین شده کودکان گروه سرود به صفی ساده بودند نازم مدرسه با خشونت لباس او را گرفته بود و او را عقب کشیده بود و خشماگین و اتابالو به او گفته بود تو با آن سر کچل نمیخواهد جلوی گروه بیستی شاید نتوان با قاطعیت ریشه استراب این همکارم را آن اتاب تون دانست اما آگاهی به آن صحنه منجر به این شد که همکارم پس از چند دهه شروع به ابراز وجود کرد و جدا از وظیفه شغلی شروع به خواندن اشعارش در محافل ادبی نیز نمود دستورات غیر مستقیمی که نهادهای قدرت یعنی والدین، مدرسه، رسانه و غیره در دوران کودکی و نوجوانی بر لوح ذهن ما می نویسند ممکن است چند دهه مسیر زندگی ما را تحت تاثیر قرار دهند این دوست عزیز دستور دیده نشو را دریافت کرده بود چنین پیامی میتواند باعث شکل گیری استراب اجتماعی سوشیال فوبیا یا حتی شکل گیری شخصیت اجتنابی اوایدن پرسونالیتی در فرد شود چنین افرادی به دلیل گریز از موقعیت اجتماعی بسیاری از فرصت رشد روانی اجتماعی را از دست می دهند. از آن طرف گروهی دیگر از کودکان در دوران شکلگیری ترواره ها بارها پیام دیده بشو را دریافت کردند. و آنها این باور داده شده است که هوش، استعداد، زیبایی و جایگاه استثنایی و منحصر به فردی دارند. آنها برای کوچکترین پیشرفت تحصیلی، هنری یا ورزشی تشویق‌های اغراق‌آمیز و جوایز نامتناسب دریافت کردهاند و باور کردند که همه مشتاق شنیدن سخنانشان یا دیدن شیرینکاری‌هایشان هستند. چنین الگوی افراطی و اغراق‌آمیزی از تجلیل و تقدیر می‌تواند باعث شکل‌گیری شخصیت نمایشی، هیستریونیک یا شخصیت خودشیفته نارسیسیستیک شود. کسان زیادی را می بینیم که قور نشده مویز شدند. شاگردی نکرده، عنوان استاد را پیشوند نامشان کردند. در هر مجلسی و محفلی رشته سخن را به دست می گیرند و به دیگران راهکار ارائه می دهند یا با شیرینکاری های افراتی، یا با سبک آرایش و تزئین اقراقامیز به همه اعلام می کنند مرا ببینید برایم کف بزنید از من امضا بگیرید قطعا لازم است که فرزندانمان در خانه و مدرسه توجه نوازش و تقدیر دریافت کنند اما اقراقامیز بودن پیام های تقدیرآمیز گاهی منجر به آماس روانی و تورم اعتماد به نفس می البته گاهی هم خودشیفتگی و آماس روانی یک مکانیزم دفاعی در برابر تحقیر و تخفیف است در مکانیزم دفاعی وارون سازی فرد به هرچه برایش ترسناک و آور است یورش میبرد و در یک فرایند پیش دستی دیگران را مورد تمسخر و تحقیر قرار میدهد تا مورد تمسخر و تحقیر آنها قرار نگیرد همان کاری که قهرمان داستان ابله ترگنیف انجام میداد اروین یالوم در کتاب هنر درمان نوع دیگری از خودشیفتگی را نیز معرفی می کند. یالوم مکانیسم دفاعی خاص و استثنایی بودن اسپیشالنس را به عنوان دفاعی در برابر ترس از مرگ می داند. باور به اینکه من با همه فرق دارم می تواند نوعی خودفریبی باشد تا باور کنیم که با داشتن این هوش جذابیت و توان استثنایی دوچار مرگ نخواهیم شد و نام و یاد و سبک و سیاق ما دهه ها و صده ها در میان مردم باز تولید خواهد شد. گفتم که کسانی که پیام دیده نشو دریافت می کنند بسیاری از فرصت های شغلی و اجتماعی را از دست می دهند. از آن طرف هم کسانی که پیام دیده بشو دریافت می کنند برای مسئولیت داوطلب می شوند که به هیچ وجه برای این مسئولیت ها لیاقت ندارند. گروه دوم برای جامعه خطرناکند. خیلی متشکرم که گوش دادید. خدا نگهدار.